اینجا رادیوی ایراواست. آوای ما را از ایستگاه CHUO موج اف ام ردیف 89.1 و از سایت اینترنتی CHUO.FM میشنوید. ایراواز انگلیش ادیشن ویل بگین ات 3:45 تودی اند اوری ساندی آن دیس استیشن. ای ایران، ای مرز برگر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای، من آنم، جان من فدای خاک پاک میانم. مهر تو چون شد پیشم، مقابله با چنگال اتمی هیولای ولایت بر گلوی مردم ایران برای ما یک وظیفه ملی و میهنی و در این حال بالاترین خدمت به صلح جهانی و سزاوار سپاسگزاری از سوی جامعه بین المللی است. مسعود رجوی. با سلام و درود خدمت همگی شما شنوندگان محترم و گرامی، اجازه میخوام برنامه امروز رو با توضیحی کوتاه شروع کنم که چرا هفته گذشته، یعنی روز 18 اوت که برابر بود با 27 مرداد، رادیو ایراوا برنامه زنده نداشت. همونطوری که حتما متوجه شدید، ایستگاه رادیویی CHUO هفته گذشته به دلیل نقص فنی دچار مشکلاتی شده بود که از ساعت 12 ظهر تا 12 نیم شب یک شنبه گذشته متاسفانه هیچ صدایی از استودیوی این ایستگاه پخش نشد و به تبع ما هم نتونستیم به طور زنده در خدمتتون باشیم. رادیو ایراوا اما جریان رو از طریق صفحه فیسبوک و همینطور به وسیله ایمیل به اطلاع عموم رسوند و اعلام کرد که برنامه ضبط شده یه روز یک شنبه در دسترس قرار خواهد گرفت. چنانچه مایل به شنیدن برنامه هفته پیش هستید، لطفاً به سایت radioirawa.com تشریف ببرید و برنامه کامل ایراوا و همچنین مصاحبه با شاعر و نویسنده متعهد آقای رحمانی کریمی رو که در مورد 60مین سالگرد کودتای 28 مرداد بود رو گوش بکنید. همچنین اگر مایل به دریافت ایمیل از رادیو ایراوا هستید، لطفاً با ایمیل آدرس radioirawa@gmail.com تماس بگیرید و به جمع دوستان ایراوا بپیوندید. و اما برنامه امروز. برنامه امروز رادیو ایراوا سوم شهریور 1392 برابر با 25 اوت 2013 رو با چند رویداد تاریخی آغاز می‌کنیم. بعد از اون نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای هفته. سپس میهمان این هفته رادیو ایراوا رو خدمتتون معرفی خواهم کرد و در بخش انگلیسی هم رویدادها رو خواهید شنید. در خلال برنامه هم ترانه‌هایی رو با هم گوش خواهیم کرد. و اینک تقویم تاریخ. در روز سوم شهریور سال 1320 به دنبال اولتیماتوم های انگلیس و شوروی به رضاخان مبنی بر خودداری از حمایت از آلمان نازی در جنگ جهانی دوم و به منظور ارسال کمک های نظامی به اتحاد شوروی که مورد حمله قوای هیتلر قرار گرفته بود، قوای این دو کشور از جنوب و شمال وارد خاک ایران شدند. ارتش ایران تحت امر رضاخان در برابر قوای متفقین کمترین مقاومتی نکرد و اکثر یگانهایش از هم گسیخ و نیروهایش پراکنده شدند. در روز ششم شهریور رضاخان در برابر متفقین عقب نشست و تصمیم خود مبنی بر خودداری از مقاومت در برابر نیروهای متفقین را اعلام کرده و از روز 8 شهریور در تهران حکومت نظامی اعلام نمود. در روز 25 شهریور 1320 نیروهای متفقین تهران را نیز به اشغال خود درآوردند. قبل از ورود نیروهای متفقین به تهران، دولت انگلیس به رضاخان توصیه کرده بود تا از سلطنت کناره‌گیری کند و به جای او پسرش محمد رضا را به سلطنت گمارد. در روز هفتم شهریور سال 1372 شورای ملی مقاومت ایران علامت شیر و خورشید را به عنوان آرم رسمی این شورا تصویب نمود. شورای ملی مقاومت ایران در جلسه هفت شهریور 1372 پیشنهاد آقای مسعود رجوی مسئول شورا را به این شرط تصویب نمود که علامت شیر و خورشید آرم رسمی شورای ملی مقاومت ایران خواهد بود.
بر اساس برخی اسناد تاریخی روز 8 شهریور 500 سال پیش از میلاد و در دوران داریوش در ایران، میترا یا مهر که در زبانهای اروپایی میترا نامیده می شود، از سوی دربار هخامنشی به عنوان مظهر نور، مهر و دانایی رسمیت یافت. میترا هزاران سال پیش از خدایان آریانهای جنوبی بود. واژه مهر به مفهوم محبت، مهربان، مهربانی کردن و نظایر آن از همان زمان و به ویژه در میان ایرانیان باقی مانده است. در روز 8 شهریور سال 1360 محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت رژیم در زمان خمینی بر اثر انفجار بمب در کاخ مرمر تهران مقر هیئت دولت و نخست وزیری کشته شدند. خمینی با برپایی یک حکومت شبه کودتایی به ریاست جمهوری رجایی و نخست وزیری باهنر به سرکوب مردم و آزادیخواهان در سراسر کشور پرداخته بود و تحت مدیریت اجرایی این دو نفر هزاران تن از مبارزان ایرانی دستگیر و به زندان‌ها افتادند و گروه گروه به جوخه‌ها اعدام سپرده شدند. در روز 9 شهریور سال 1286 شمسی، ایزولسکی وزیر امور خارجه روسیه و نیکلسون سفیر انگلستان در سن پیترزبورگ قرارداد تقسیم ایران را امضا کردند. این قرارداد ایران را به دو منطقه غیرمساوی تقسیم کرده بود. منطقه شمالی و بزرگتر برای روسیه در نظر گرفته شد و انگلستان متعهد شد تا برای خود در این منطقه امتیازی خواه تجاری، خواه سیاسی تحصیل ننماید و همچنین مناطق جنوب تحت نفوذ انگلستان قرار می گرفت. این قرارداد در زمان حکومت محمد علی شاه و به صدر اعظمی میرزا علی اصغرخان امین السلطان اتابک بسته شد و اعتراض گسترده مردم و آزادیخواهان کشور را برانگیخت. وقتی اتابک در همین روز پا از مجلس شورای ملی بیرون گذاشت، توسط جوانی 22 ساله به نام عباس آقا صراف اهل تبریز به ضرب 3 گلوله کشته شد. عباس آقا در گریز از تعقیب ماموران حکومتی مجروح شد و برای اینکه به دست ماموران نیفتد با شلیک گلوله‌ای به مغز خود جان سپرد. گفته می‌شود وقتی لباس‌های عباس آقا را بازرسی کردند، معلوم شد وی از مجاهدان مشروطه‌خواه تبریز بوده و روی کارت او نوشته شده بود عباس آقا صراف آذربایجانی، عضو انجمن نمره 41 فدایی ملت. در روز 28 اوت 1963 تظاهرات بزرگی با شرکت بیش از 250 هزار سیاه‌پوست آمریکایی به رهبری مارتین لوتر کینگ در شهر واشنگتن که برای به دست آوردن حقوق مدنی برابر با سفیدپوستان شرکت کرده بودند برگزار شد. مارتین لوتر کینگ معروف‌ترین سخنرانی خود را به نام آرزویی دارم انجام داد که از مهمترین سخنرانی‌ها در تاریخ آمریکا به شمار می‌آید. دکتر لوتر کینگ در این سخنرانی که در آن عبارت آرزویی دارم تکرار می‌شد، ابراز امیدواری کرد که زمانی آمریکا طبق مرام و آرمان زندگی کند و تحقق مساوات و برابری انسانها را به چشم ببیند. مارتین لوتر کینگ در سال 1963 به عنوان مرد سال از سوی مجله تایم برگزیده شد و در سال 1964 به عنوان جوانترین فرد جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. اوج فعالیت‌های مبارزاتی مارتین لوتر کینگ در دهه 1960 و برای تصویب قانون حقوق مدنی در آمریکا بود. مارتین لوتر کینگ در 4 آوریل 1968 در شهر منفیس ایالت تنسی ترور شد. میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای مهرداد هرسینی هستند که پس از بخش خبر درباره سیاست‌های خارجی رژیم به گفتگو با ایشان خواهم نشست. اینک نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. دولت عراق از ورود مواد غذایی به کمپ اشرف خودداری و آب و برق این کمپ را قطع کرده است. بر اساس اطلاعیه شورای ملی مقاومت اول شهریور، قطع آب و برق کمپ اشرف که از روز 19 مرداد شروع شده، وارد سومین هفته می شود. بر اساس دستور نخست وزیری عراق، برق اشرف باید به طور کامل قطع باشد و حتی یک لحظه آب به اشرف پمپاژ نشود. کمیته سرکوب اشرف برای پیاده کردن این دستور، حیدر عذاب را از لیبرتی به اشرف منتقل نموده است. او به خاطر شرکت در دو قتل عام در اشرف از سوی دادگاه اسپانیا احضار شده بود. شماری از عوامل نیروی قدس و سفارت رژیم ایران در بغداد نیز در اشرف به همراه حیدر عذاب حضور دارند و بر قطع آب و برق و غذا نظارت دارند. 100 تن از ساکنان اشرف بر اساس توافق 4 جانبه 17 اوت 2012 یعنی بین دولت آمریکا، دولت عراق، ملل متحد و ساکنان اشرف در این کمپ باقی ماندند. بر اساس توافق مزبور و نامه رسمی نماینده ویژه دبیرکل در 6 سپتامبر 2012 این 100 تن تا فروش همه اموال در اشرف باقی خواهند ماند. مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا در مورد اشرف نیز تصریح کرد اقامت این افراد در اشرف محدودیت زمانی ندارد، اما دولت عراق تا کنون اجازه فروش 1 دلار از اموال ساکنان را نداده است. ساکنان اشرف در نامه‌هایی به دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، عفو
بین الملل و سفرهای آمریکا، کشورهای غربی و اروپایی در عراق و اعضای کنگره و سنای آمریکا و پارلمان اروپا خواستار پایان دادن به قطع آب و برق و مواد غذایی و سوخت شدند. آنها نوشتند قطع آب و برق تا همینجا منجر به ضایعاتی در رابطه با ساکنان اشرف شده است. از جمله 8 تن بر اثر گرمای شدید و فقدان سیستم خنک کننده که ناشی از قطع برق است، گرما زده شدند. داروی بیماران فشارخون که به طور ماهیانه بین آنها توزیع می شود تمام شده است. دارو و نیاز غذایی ماهانه ساکنان در محموله ای بود که در روز 27 مرداد برابر با 18 اوت به اشرف آمد، ولی نیروهای عراقی آن را برگرداندند. آنان در نامه خود می‌افزایند مقامات عراقی مدعی می‌شوند که مشکل قطع برق شامل همه مردم دیالی می‌شود و قطع آب هم به خاطر قطع برق است، در حالی که این تصمیم با دخالت ماموران اطلاعاتی و نظامی اعمال شده و ربطی به هیچ اشکال فنی ندارد. این نامه می‌افزاید قطع آب و برق و غذا و داروی پناهندگان حمایت شده توسط حقوق بین‌المللی که طبق بیانیه‌های متعدد رسمی کمیساریا افراد تحت نگرانی و پناهجو اعلام شده‌اند و تحت کنوانسیون 4 ژنو نیز هستند، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و مسئولان آن باید محاکمه و مجازات شوند. در همین رابطه در محکومیت محاصره کمپ اشرف توسط نیروهای عراقی و قطع آب و برق اشرف یک کارزار بین‌المللی متشکل از کمیته‌های پارلمانی به راه افتاده است. همچنین ایرانیان در اعتراض به این عمل دولت عراق و سکوت آمریکا تجمع اعتراضی برگزار کردند، از جمله در شهر اتاوا روز شنبه 23 اوت ایرانیان در مقابل سفارت آمریکا تجمع و محاصره نیروهای عراقی را محکوم کرده و نسبت به قطعی آب و برق کمپ اشرف اعتراض نمودند. مردم عراق علیه آلودگی هوا تجمع کردند. صدها تن از مردم عراق در باغ ملی این شهر تجمع و علیه آلودگی هوا و پارازیت اعتراض کردند. این دهمین تجمع اعتراضی مردم عراق است که به رغم تهدیدهای رژیم برگزار می شود. هفته گذشته فرماندار رژیم در عراق وعده حل این مشکل را داده بود، اما تجمع کنندگان گفتند فریب نمی خورند. زندانی سیاسی حسین رونقی ملکی 16 روز اعتصاب قضای خود را در اعتراض به شکنجه‌ها و شرایط طاقت فرسای زندان پشت سر گذاشت. زلیخا موسوی مادر این زندانی سیاسی نیز چندین روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. وی می‌گوید به رغم بیماری‌های خاص و فشار خون برای رساندن صدای فرزند اسیرش به اعتصاب قضا ادامه می‌دهد. لازم به یادآوری است که حسین رونقی در بند 350 زندان اوین محبوس است و از تاریخ 18 مرداد ماه در اعتراض به خودداری از دادن مرخصی درمانی برای معالجه بیماری کلیه از سوی مسئولین زندان اعتصاب قضا کرده است. این زندانی سیاسی با تشدید درد کلیه و خونریزی آن مواجه است. وی روز گذشته برای چند ساعت به بیمارستان منتقل شد ولی دوباره به زندان بازگردانده شد. یک زندانی عادی از ملاقات به جرم مراوده با زندانیان سیاسی محروم شد. هرانا دوم شهریور خبر داد که احمد صدیق‌خانی، زندانی متهم به قتل در زندان مرکزی ارومیه، به جرم مراوده با زندانیان سیاسی به مدت 1 ماه ممنوع ملاقات شده است. این خبرگزاری روز پنجشنبه 31 مرداد نیز خبر داد که 5 زندانی در زندان مرکزی عراق اعدام شدند. اسامی این افراد: عین کاف 25 ساله، پیه 24 ساله، این الف 37 ساله، الف تا 35 ساله و میم این 29 ساله عنوان شده است. هران افسود بنابر اعلام مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با اعدام‌های جمعی در زندان‌های عراق، مشهد، ارومیه، کرج، هندیجان و اردبیل، شمار اعدام‌ها در طی روز جاری یعنی 31 مرداد به 27 نفر رسیده است که با توجه به اعدام مخفیانه 11 نفر در کرج و 5 نفر در ارومیه احتمال می‌رود اعدام‌های امروز بیش از این رقم باشد. در خبر دیگر و بنا به اطلاعیه شورای ملی مقاومت، 31 مرداد یک نوجوان که در 12 سالگی بازداشت شده بود پس از تحمل 6 سال حبس در روز سه‌شنبه 29 مرداد و در سن 18 سالگی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به دار آویخته شد. وی آرمان محمدی نام داشت و به اتهام قتل عمد بازداشت شده بود. این در حالی است که حتی طبق قوانین رژیم سن قانونی برای پسران 15 سال می باشد. در همین روز 3 زندانی در زندان مرکزی بندر گناوه به دار آویخته شدند. آنها اسد کاکی، رشید سلکی و بشیر صابری نام داشتند. همزمان نیز 3 زندانی در زندان مرکزی امیدیه اهواز اعدام شدند. بنا به منابع خبری مقاومت ایران در هفته آخر مرداد ماه تنها 35 زندانی در شهرهای مختلف اعدام شدند. شمار اعدام شدگان بعد از نمایش انتخابات ریاست جمهوری دست کم به 107 تن بالغ می شود که شماری از آنها به هنگام ارتکاب جرم انتصابی کمتر از 18 سال سن داشتند و شماری از آنان را زنان تشکیل می دهند. محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی رژیم در روز 28 مرداد تهدید کرده بود که با ناامن کنندگان جامعه برخورد قاطع خواهند کرد.
لورنت فابیوس وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد رژیم سوریه مسئول قتل عام شیمیایی در حومه دمشق است. وی که از رام الله دیدار می کرد افسود اطلاعاتی که ما داریم نشان می دهد این قتل عام شیمیایی دارای چنان وزنی است که نمی بایست بدون واکنش بماند. از سوی دیگر و به نقل از خبرگزاری رویتر الیوت انگل از اعضای ارشد مجلس نمایندگان آمریکا طی نامه به باراک اوباما مصرانه خواهان حملات هوایی علیه رژیم سوریه شد. وی بعد از حمله شیمیایی رژیم اسد و کشته شدن صدها تن از شهروندان سوری این درخواست را مطرح کرد. وی به اظهارات اوباما در مورد رد کردن خط قرمز توسط رژیم اسد اشاره کرد و گفت آمریکا باید برای متوقف کردن نقض قانون بین الملل اقدام کند. وی خطاب به اوباما نوشت که اگر ما در هماهنگی با متحدانمان به کاربرد بیرحمانه سلاح‌های کشتار جمعی توسط اسد پاسخی ندهیم، کشورهای بدخواه و عوامل نامطلوب در سراسر جهان این را چراغ سبزی برای ادامه این گونه حملات خواهند دید. رژیم ایران اما ابتدا کل حمله شیمیایی به مردم سوریه را انکار کرد ولی دست آخر آن را به گردن اپوزیسیون سوریه انداخت. همچنین یک روز قبل از حمله شیمیایی آخوندی به نام رضا تقوی رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه گفته بود خامنه ای جنگ سوریه را هدایت می کند و مشکل مصر نداشتن ولی فقیه است. شورای ملی مقاومت ایران در روز 31 مرداد حمله شیمیایی رژیم اسد را محکوم کرد و خواهان اقدام فوری جامعه جهانی شد. در خبر دیگر سرلشکر عدنان سلو ژنرال ارتش آزادی سوریه در مصاحبه با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران گفت حمله شیمیایی در حومه دمشق به دستور قاسم سلیمانی بود. وی افزود به کارگیری گازهای سمی علیه مناطق حومه دمشق به دستور قاسم سلیمانی از ایران صادر شده است، چرا که اسد فردی مستأصل است که نمیتواند دستوری بدهد و دستورات از طرف قاسم سلیمانی صادر میشوند. وی در مورد گازهای سمی گفت که گازهای سمی از نوع سارین با به کارگیری 15 موشک که توسط کاتیوشا شلیک می شوند و دارای 15 کلاهک شیمیایی بودند صورت گرفت. در روز 21 در ساعت 3 صبح مناطق را بمباران کردند در حالی که درجه حرارت هوا 22 درجه تا 23 درجه سانتیگراد بود و در شرایط جوی مناسب برای بکارگیری گازهای سمی بمباران صورت گرفت. بمباران به صورت غافلگیرانه مردم بیگناه از کودکان و افراد مسن و زنان را در حالی که همه در خواب بودند هدف قرار دادند. و در مورد عوارض گاز سارین گفت عوارض به کارگیری این گاز بر روی انسان‌ها عبارتند از کوچک شدن مردمک چشم‌ها که به اندازه یک پین می‌شود و عوارض قلبی و شدت یافتن ضربات قلب و رعشه و فلج شدن سیستم اعصاب و ریه‌ها و اختلال در تنفس ریه‌ها، زیرا گاز سارین گاز بسیار خطرناکی است که خیلی زود اثر می‌گذارد و اثر آن بعد از نیم ساعت در درجه حرارت 35 درجه از بین می‌رود. به همین دلیل رژیم این نوع گاز را به کار برده است تا مدرکی در دست کمیته‌های تحقیق بین‌المللی قرار نگیرد. پزشکان بدون مرز نیز اعلام کرد حدود 3600 بیمار با عوارض ناشی از مسمومیت شیمیایی به 3 بیمارستان تحت کنترل این سازمان در حومه دمشق آورده شدند و 355 تن از آنان جان باختند. پزشکان بدون مرز گفته است این بیماران ظرف کمتر از 3 ساعت به بیمارستان وارد شدند و عوارضی که در آنها دیده می‌شود همگی نشانه مسمومیت ناشی از سم فلج کننده اعصاب بود. طرح آزمایشی تازه مبارزه با بدحجابی دولت تدبیر و امید حسن روحانی در 200 شهر ایران اجرا می شود. به نقل از خبرگزاری حکومتی فارس محمد رضا مقدسی جانشین اجرایی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گفت امسال بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار شده است طرح جدید تذکر شفاهی با رویکرد اجتماعی محور در 200 شهر ایران اسلامی به اجرا گذاشته شود. این طرح صورت اجرایی به خود می گیرد تا فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر به خوبی در جامعه ترویج و نهادینه شود. ظاهرا طرح تذکر شفاهی به بدحجابان به این دلیل در دستور کار قرار گرفته که تاکنون اقدامات ناهیان از منکر و آمران به معروف نه تنها در مبارزه با بدحجابی مؤثر نبوده بلکه اعتراضهایی را برانگیخته است. اما در طرح تازه باز هم پشتیبانی از کسانی که به مردم تذکر لسانی می‌دهند تقویت می‌شود. مقدسی افسود همه مؤلفه‌ها برای حمایت از تذکر دهندگان به افرادی که خارج از شؤون اسلامی در جامعه رفتار و عمل می‌کنند مهیا شده و آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌توانند در کشور با فراغ بال به وظیفه دینی و انسانی خود عمل کنند.
همزمان با اظهارات جانشین ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ناصر مکارم شیرازی از دولت روحانی خواست که مبارزه با بدحجابی را از ادارات دولتی آغاز کند. وی اینترنت و ماهواره و رسانه‌های فاسد در گوشه و کنار دنیا را متهم کرد که با پخش امواج شیطانی در میان جوانان آنها را به بی‌بندوباری در مسائل اخلاقی به ویژه بدحجابی دعوت می‌کنند تا آن افراد به ویژه پسران را آلوده کنند. مکارم شیرازی گفت خداوند از آنهایی که در این چند سال اخیر نسبت به مسئله حجاب بی‌اعتنایی کردند و هرگاه شخصی قصد داشت بر ضد بی‌حجابی قیام کند مانع شدن نگذرد و آنها را نیامرزد. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. ایمیل رادیو ایراوا @gmail.com و صفحه فیسبوک ایراوا پذیرای نظرات، پیشنهادات و انتقادات شماست. جهت دسترسی به آرشیو ایراوا نیز لطفاً به وبسایت رادیو ایراوا.com مراجعه بفرمایید. خواستی بیای خونمون، بیا کوچه دلتنگ، یه کوچه قدیمی دیوارش گل و سنگ، چند تا خونه که رد شی سمت دلت، یه پلست یه دیوار پر از گل، خونه یه رو به قبلست، روی در چوبیمون نقشه یه میش و برگه، خونه من کوچیکه اما دلم بزرگه، اما دلم بزرگه. ای تو همیشه خواستنی که مرهم دل منی، دوستدار مهربونی، ما یادت باشه نشونی، ما راه بلد شو گاهی به پیش من، بیا یادی بکن از فقرای با غم من آشنا، تو روی در چوبیمون نقشه میش و برگه، خونه من کوچیکه اما دلم بزرگه، اما دلم بزرگه. ترانه‌ای رو که با هم شنیدیم نشونی نام داشت با صدای خانم اهدیه. همانطور که اعلام شد امروز در خدمت آقای مهرداد هرسینی، نویسنده و مبارز سیاسی هستم. آقای هرسینی مدیر مسئول وبلاگ پژواک همبستگی هستند که برخی از مقالات تحلیلی وی از شرایط رژیم در داخل و در صحنه بین‌المللی در سایت همبستگی ملی نیز درج شده است. آقای هرسینی با سلام خدمت شما، متشکرم که دعوت به حضور در رادیو ایراوا رو پذیرفتید. خیلی خوش آمدید. متشکرم خانم غفاری عزیز، سلام دارم خدمت شنوندگانتون و هموطنان عزیزمون در هر کجا که این برنامه رو میشنوند و همچنین با
متشکرم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید. در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. خواهش میکنم. جناب هرسینی، به نظر میرسه که رژیم تاکید داره که معضلاتی که در سطح جهانی با آنها روبرو هست به خاطر حرفای بیادبانه احمدی نژاد، و اگر الان با جامعه جهانی مؤدبانه حرف بزنه تحریم ها فورا قطع خواهد شد. سوالم این است که آیا تغییر لحن رژیم دردی ازش دوا میکنه و واقعا باعث خواهد شد تا تحریم های شدید غرب برداشته بشن؟ عرضم به حضور شما که سوال بسیار به جاییه. بالاخره الان قریب 2 ماهه که آخوند روحانی سر کار اومده. رژیم در فضای خارجی، تاکید میکنم فعلا فقط در فضای خارجی، این فضا رو راه انداخته که گویا در ایران خامنه ای زده قرار چیزی جابجا بشه، سیاستی بچرخه، و یا مثلا در پاره از سیاست های رژیم چرخشی و تحولی صورت بگیره. اینجور حرف زدن و هم برای طرف های مقابل، یعنی متولیان سیاست مماشات، خیلی خوشاینده و به قول عوام قند در دل اونها داره آب میکنه. این سطح قضیه است. اما اگر قدری به عمق قضایا بریم، واقعیت ها چیز دیگری رو به ما تحمیل میکنن و واقعیتش اینه که چیز دیگری رو به ما نشون میدن که بسیار با صحنه بزک کرده الان به دور هستن. واقعیت اینه که رژیم آخوندی در یک بنبست مرگباری گیر کرد، هم در زمینه بین المللی و منطقه‌ای و همچنین در داخل کشور، در تقابل با مردم، با مقاومت ایران برای دستیابی به حاکمیت مردمی، دموکراسی و حقوق بشر. دنیای خارج و جامعه بین المللی رژیم آخوندی رو از یک سو با قطعنامه های ملل متحد و از طرف دیگه با تحریم های خود کننده ای رو که این تحریم ها و این مجموعه بر سیستم اعصاب و اقتصاد رژیم ضربات جدی وارد کرد. این ضربات به بحران های معیشتی راه برده، به بحران های مالی راه برده، ورشکستگی اقتصادی، بیپولی، به طور خلاصه به یک هرج و مرج در دستگاه حکومتی راه برده. برای نمونه زیربناهای تولیدی و اقتصادی و بازرگانی رو فلج کرده، به تبع اون هم فشار بی اندازه ای رو بر مردم و به ویژه بر اقشار ضربه پذیر و کم درآمد وارد کرد. یعنی میخوام با این سخن این خدمتتون عرض کنم که سرمنشأ تمامی این اوضاع، باید تاکید کرد به این نکته که سرمنشأ تمامی این اوضاع و احوال و این خرابی ها در وهله نخست شخص ولی فقیه و دستگاه جبار حاکمیت که با سیاست های بغایت ضد ملی و ضد ایرانی هزینه های سنگینی رو بر مردم ما تحمیل کرد. همونطور هم که عرض کردم، اگه قدری به عمق جامعه بریم، شاخص های این وضعیت رو میتونیم به خوبی ببینیم. وضعیت اسفبار اقتصادی، معیشتی، گرونی، نارضایتی عمومی و شرایط بقایت انفجاری جامعه است. یعنی آمار ارقام این نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم خیلی سرانگشتی بخوایم بشماریم، فلاکت مثلا در ایران الان 44% نرخ فلاکت، نرخ رسمی که خود رژیم اعلام کرد. ایزن نرخ تورم 44%، در حالی که آخوند روحانی تو همین جنگ و دعواهای گورکا و سر نمایش انتخابات تو یکی از این شوهای تلویزیونی اعلام کرد بالای 50%. بحران اقتصادی ما داریم الان در کشور. مملکتی که طی 8 سال گذشته بیش از 600 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، الان در اثر بیکفایتی، چپاول و تاراج منابع ملی در سراشیب سقوط اقتصادی قرار گرفته. به هر حال واقعیت ها اینه که تعادل بین عرضه و تقاضا به هم خورده، ناتوانی در مدیریت ما داریم، افت ارزش پول ملی رو داریم، سوبسیدها رو داریم، ترتیبی زنجیروار کارخونه ها رو داریم و مراکز اقتصادی رو، فساد حکومتی داریم. اینها چهره کاملا دگرگونی رو از این رژیم و از عمق جامعه ما داره نشون میده. سونامی بیکاری مثلا ما داریم در کشور، به ویژه برای جوانان. بیکاری الان یکی از علائم توقف چرخه تولید در کشوره. الان ما با چنین سونامی و با چنین لشکر بیکارانی، به ویژه در بین نسل‌های جوان و فارغ التحصیل روبرو هستیم. نقش پویایی که در جامعه آینده‌ای برای خودشون نمی‌بینن، با تمامی درجات تحصیلاتی که دارن متأسفانه،
اردیبهشت ماه گذشته بود که پارسال قالیباف نرخ بیکاری متعلق به جوانان و تحصیل کردگان رو بالای 39% اعلام کرد. ما با فرار مهسا روبرو هستیم. ابعاد فاجعه آمیز فرار ایرانی‌ها از کشور. هفته گذشته شاهد بودیم که هموطنان ما در آبهای اقیانوس‌ها غرق شدند. تمامی و تمامی بازتاب اجتماعی نارضایتی عمومی از این رسید. این یک روی سکه، روی دیگر اون سکه سیاست های ضد مردمی رژیمه که کشور رو به خطر درگیری نظامی کشونده. خامنه ای به عمد میخواد جامعه بین الملل رو بر سر یک دوراهی قرار بده، یعنی یا اینکه من رو به عنوان یک قدرت اتمی قبول بکنید و یا بریم به طرف جنگ. ولی فقط مطمئنه که دنیا به راحتی نمیتونه وارد جنگ با ایران بشه. ایران به قول خودش بیدنده و ترمز در بحران اتمی داره پیش میره. اگر بخوام در چند جمله خدمتتون گفته باشم، وضعیت رژیم الان در این مختصات قرار داره، یعنی یک مختصات کاملا بنبست و کاملا بسته. فشارهایی که الان رژیم به خصوص در رابطه با تغییر لحن داره به کار میبره، فقط فعلا سخن از تغییر لحن، به قول ولایت مشاور خامنه ای در امور بین المللی زبان متفاوته نه چیز دیگری. این نکته هم روز گذشته وزیر خارجه جدید رژیم به طرفهای خارجی دوباره گوشتر کرد، یعنی همونجور که شما گفتید اون لحن احمدی نژادی رو کنار بذارن با زبان دیگه ای حرف بزن، یعنی اعتراف بکنن که مثلا قطعنامه های ملل متحد دیگه کاغذ پاره نیست و یا هیچ کشوری رو نباید از صحنه گیتی پار کرد. در دنیای آخوندهای شیعه هم میدونیم که تغییر لحن یعنی خرید وقت و بازی با کلمات و مخفی کاری برای پیشبرد پروژه های اتمی. واقعیت اینه که خامنه ای در وضعیتی نیست که بتونه از جاه طلبی های اتمیش و دستیابی به سلاح اتمی دست بکشه. این خط سرخ ولی فقیه برای بقای نظام آخوندی. رسیدن به بمب اتمی به قول ولی فقیه تلسف شکست اوجب واجبات. جامعه جهانی امروز به یمن افشاگری های اصولی مقاومت و مجاهدین خلق به ویژه از سال 2003، اون هم برای راستای و در راستای و برای صلح جهانی و همچنین پیگیری هایی که بعدن کردن، هیچ شک و شبهه‌ای نداره که دیکتاتوری تروریستی مذهبی حاکم بر کشورمون نه به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی بلکه به دنبال کاربرد نظامی اون و با هدف ارعاب و تهدید منطقه و همسایگان و دنیای دیگه. به موازات این پروژه هم داره سیستم های موشکی میان برد قاره‌پیمای خودش رو آماده میکنه به دنبال چاشنی های اتمی و همچنین اگه خاطرمون باشه این اواخر کشف شد که پروژه های لیزری مخفی هم در دستور کارش داره. این علائمی که خدمتون گفتم سخن از صلح، صفا و مسالمت جویی نداره، بلکه سخن از تخاصم داره، سخن از جنگ داره و سخن از چالش کشیدن جامعه بین الملل. در چنین صحنه‌ایه که رژیم گیر افتاده، مشکلات مصائب و فشارهای داخلی و بین المللی روی سواره. حالا بیاییم ما فرض کنیم مثلا خامنه‌ای بیاد با سیاست تغییر لحن به بازی اتمیش پایان بده، خب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای یک لحظه ما فرض میکنیم خامنه‌ای امروز بیاد و به این فشارها تم بده و تسلیم بشه، بیاد مثلا بیاد بگه که من غنی‌سازی بالای 20% دیگه نمی کنم، یا مثلا بیاد مهر توقف و ساختن بمب اتم بزنه. البته این همه تماما فرضیاته، بله، اما تو همین دنیای اوهام اگر واقعا بیاد این فرضیات شکل و فرم واقعی بگیره، این یعنی جام زهر، یعنی قبول شکست، یعنی عقب نشینی که یقینا راه به شقه و شکاف و حسب خود خامنه ای خواهد. خب چه تأثیری داره بر تحریم هایی که غرب اعمال کرده بر رژیم؟ اگر این بله تصور من داشتم میخدمت ارز کنم، تصور بکنید که مثلا خب این رژیم بی سر بشه، اون بادکنک قدر قدرتی بتره که خب این برای مردم ایران بسیار خوبه، برای مقامات ایران بسیار خوبه، راه باز میکنه، تور اختناق شکسته میشه، راه گشای قیام و اعتراضات مردمیه. همین رژیم مردمی رژیم رو به چالش میطلبند، ولی فقیر رو به چالش میطلبند، چرا که مردم مترصد فرصت هستن تا این رژیم رو در کلیتش به کنار بذارن. اما در صحنه بین المللی پاسخ به سوال شما، ما تو سال 2003 نیستیم که هنوز بشینیم و با رژیم باز دوباره سالیان سال مذاکره بکنیم، مذاکره پشت مذاکره و مذاکره برای مذاکره. جامعه بین المللی حتی اگر به نظر من طرفهای مماشاتگر
با رژیم آخوندی هم نخوان و حتی اگر با به میلشون هم نباشه جامعه بین المللی رژیم رو وادار میکنه که از ساخت بمب اتم دست بکشه. این یک واقعیت، یعنی برای منطقه خلیج فارس، کشورهای همسایه و سیاست‌های منطقه هم یک خط قرمز، دستیابی رژیم به سلاح اتمی خط قرمز برای کشورهای همسایه هستش. لذا در چنین صحنه بازی طرفین، مذاکره برای مذاکره یا با هر لحن و زمانی که میخواد باشه، باید به یه نتیجه ملموس برسه، اونم در کوتاه مدت، یعنی تا یه چند ماه آینده. به نظر من قرارداد امضا بشه، قرن سازی متوقف بشه، موضوع کم کم برداشت تحریما فقط نیست، بلکه اصلا فرصتی باقی نمونده برای این کار. رژیم داره از یک خط معین و از یک خط قرمز عبور میکنه. الان رژیم اعلام کرده مثلا من 18,000 سانتریفیوژ در راه دارم، راه اندازی کردم، نسل چهارم و پنجم اونها را هم راه انداختم، قریب 250 کیلو اورانیوم غنی شده بالای 20% تولید کرد. یعنی طی چند ماه آینده منطقه رژیم باید به توانمندی ساختن بمب اتم برسه. فاکتور زمان داره خودش رو تحمیل میکنه به طرف های درگیر، چک و چونه زدن اصلا باقی نمونده، زمانی برای این کار باقی نمونده. تحریم کردن یا کم کردن تحریم ها مثل آسپرین میمونه برای یک بیمار سرطانی. خب بعضی ممکنه درد رو کاهش بده، اما مشکل اصلی بیمار رو از بین نمیبره. اتفاقا خامنه ای در این داستان و در حراس از تبعات ماجراجویی اتمیش دنبال یک هدفه، اونم نتیجه برده، یعنی اینکه علایمی که از خودش بیرون میده، اون چیزی که در بوم و کرنای دیپلماسی میکنه، استفاده از زبان متفاوت، یعنی اینکه طرف مقابل انتظارش اینه که طرف مقابل بلافاصله بیاد و تحریما رو لغو بکنه یا کم بکنه. به هر حال رژیم با هر زبانی که میخواد به نظرم میتونه صحبت کنه، ولی باید پاسخ عملی به خواسته های بین المللی بده. بخش بزرگی از این پاسخ ها هم چیزی جز دست کشیدن رژیم از سلاح اتمی و توقف غنی‌سازی نیستش. امیدوارم پاسخ سوال شما رو تونسته باشم. بله دادید، خیلی گویا و خیلی مفهوم بود. و یکی دیگه از معضلات رژیم هم فکر میکنم که مسئله حقوق بشرش هم هست، چون پرونده حقوق بشر هم در شورای امنیت به معضلی برای رژیم تبدیل شده و فکر نکنم این روباه بنفش به قول مردم ایران حسن روحانی بتونه با زبانی متفاوت این رو حل بکنه. درست میگم؟ کاملا درسته. ما الان همونجوری که شما گفتین مسئله حقوق بشر یکی از چالش های بزرگ و عمده ما ایرانی ها با حکومت ولایت فقیه. ما الان در سالروز قتل عام زندانیان گناه سیاسی هستیم. بیش از 3000 نفر از زندانیان سیاسی ما رو، ناجوان مردان این رژیم، در یک قتل عام گسترده اعدام کرده. مفقود الاثر هستن، حتی گورها و قبرهای دست جمعی اونها رو ما نمیدونیم، خانواده هاشون نمیدونن اینا کجا دفن شدن و اساسا نمیدونیم در چه شرایطی و با چه وضعیتی این احکام صادر شده. به نظر من همونطور که شما اشاره کردید، این یکی از چالش های بسیار جدی ما هستش. دعوای ما با رژیم آخوندی و حاکمیت ولایت فقیه اتفاقا بر سر آزادی حقوق بشر و دموکراسی، این خواست و حق ما هستش. مردم ایران حق دارن که رژیم رو در زمینه بین‌المللی به چالش بکشن. اتفاقا جامعه بین‌المللی بایستی بر طبق کنوانسیوناش، بر طبق وظایف ملل متحد به این خواسته پاسخ بده، در این راستا قدم برداره و هر چه زودتر پرونده رژیم رو در شورای امنیت باز بکنه. پرونده رژیم منظورم در زمینه نقض حقوق بشر هستش، باز بکنه و کمیته حقیقت یابی تعیین بشه که به این وضعیت نقض حقوق بشر رسیدگی بشه. ما الان می‌بینیم که ظرف هفته گذشته بیش از 27 اعدام داشتیم در ایران. این احکام اساسا معلوم نیست به چه صورت تعیین شده، چه کسی پشت این قضایا هستش و بر اساس چه قوانینی این مردم دارن در کوچه و خیابان‌ها اعدام میشن. قوانین سنگسار داریم، قوانین اعدام داریم، دستگیری‌های خودسرانه داریم، زندان‌های سیاسی، زندانیان ما، زندانیان سیاسی ما و زندانهای ما مملو بر زندانیان سیاسی هستند. حکومتی به نام قانون در ایران حکم فرما نیستش، حق شهروندی در ایران وجود نداره. یعنی منظورم اینه که این مجموعه کاملا صحیح میفرمایید، به نظرم چالشی هستش که ما بایستی رژیم رو در این چالش و گرده رژیم رو در این چالش بسنیم.
جناب حسنی، در معادلاتی که رژیم برای خودش درست کرده در زمینه یه سیاست خارجی که بحث امروز ما هست، به نظر میاد که در حال حاضر یه چیزی کم داره و در واقع یه خلأ ایجاد شده. منظورم خروج نام سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت از لیست تروریستی آمریکا هست. آیا میشه چنین نتیجه گیری کرد که هجوم اخیر رژیم به مجاهدین و شورا مانوری هست برای پر کردن این خلأ؟ واقعیتش کاملا درسته. فکر میکنم اگر در یک جمله بخوایم بگیم کاملا درسته. واقعیت اینه که خامنه ای و دیکتاتوری طلسم شکسته، ولی فقیه با بحران عظیم و توده ای به نام عدم مشروعیت در داخل روبرو، به ویژه بعد از سرکوب خونین قیام مردم در سال 88، کشتار و دستگیری های گسترده ای که حکومت و گردنگان حکومت در اقصانقات کشور راه انداختن، از شکنجه و تجاوز در کهریزک صحنه هاش هنوز در افکار عمومی در ذهن اون هست، قتل شنیع و شکنجه مردم بی‌دفاع در خیابان های میهنمون، تمام اینا در حافظه تاریخمون هست. شاخص این عدم مشروعیت هم اتفاقا همون شعار میلیون ها نفر مردم در شهرهای مختلف و خیابان های مختلف در روز دوران قیام، روز عاشورای 88، یعنی مرگ بر اصل ولایت فقیه و به آتش کشیدن تصاویر خامنه ای و خمینی در جای محل بود. خامنه ای به شدت از قیام و حضور دوباره مردم در خیابان ها حراس دلشوره داره. الهام بخش این تحولات هم که شما گفتید و این مبارزات، همون سنگر اصلی امیرخیز دورانمون اشرف، لیبرتی و سازمان مجاهدین هست. نه تنها پرچم سفید و تسلیم رو بلند نکردن، بلکه به نظر من هر روز بیشتر و بیشتر پیام آور مقاومت در میهن اسیرمون هستن، به مردم میهنمون، به خانواده های شهدا و اسرا، به زندانیان سیاسی، به مبارزین و فعالین در داخل و خارج کشور نور و امید و بشارت پیروزی و شکست ضحاک رو میدن و راه و چاه مبارزه رو نشونشون میدن. نکته دیگه که به نظر من تو این مسئله خیلی مهمه، ولایت فقیه این نکته رو خیلی خوب فهم کرده و مرز سرخش رو هم به نظر من بسیار کارشناسانه در آورده و تعیین کرده، چون رژیم خوب میدونه که اگر سر و بدنه قیام، یعنی اون نیروی هدایت کننده که در اصطلاح انقلابات به اون شرط ذهنی میگیم، با بدنه یعنی همون شرط عینی، یعنی مردم و توده های به جون اومده، چفت بشه و به هم گره بخورد، یقینا سیلی بنیان افکن در درون جامعه به راه خواهند انداخت که ریش و ریشه هرچی آخوند و هرچی جنایتکار و هرچی دیکتاتور رو برخواهند کرد. با این جملات میخوام به این به کانون اصلی جنبش اشاره بکنم، یعنی وزن و جایگاه مقاومت ایران، نیروی پیشتاز اون یعنی مجاهدین خلق، تاکید کنم که اتفاقا خامنه ای و رژیم ولایت فقیه چنین هجومی رو علیه نیروی پیشتاز اگر سازماندهی نکنه، اگر توطئه و دسیسه و مزدگی صادر نکنه و تولید نکنه، اگر ترور نکنه، آدم ربایی نکنه، بمباران نکنه، اگر ملای اجتماعی و سیاسی این مقاومت رو مخدوش نکنه، فکر میکنم باید اون موقع به وزن و اعتبار خود اون قدر شک بکنه. برای خامنه ای دشمن اصلی و تهدید اصلی خودش برای سرنگونی رو خوب شناخته، برای از بین بردن اون دست هر جنایت و توطئه میزنه، دستگیری، شکنجه، اعدام یاران و اعضای مقاومت در داخل تا حبسای طولانی و ضد انسانی، حبسای زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز تا تمام کش کردن بیماران زندانی در سیاهچالهای قرون وسطایش، تماما جملگی تاییدی و این سخن هستند. به هر حال فکر میکنم در مقابل باید ما هم مردم ایران، جوانان و مبارزین در داخل و خارج از کشور و همراه رزمندگان مقاومت در زندان لیبرتی و اشرف و مقاومت بی همتای اونها، ابعاد این اعلان جنگ رو خوب درک کنیم، از خواسته های به حقمون برای دموکراسی، برای حقوق بشر، عدالت و نفی دیکتاتوری مذهبی به هیچ وجه کوتاه نیاییم، چرا که تاریخ معاصر این رو از ما طلب میکنه. من میخواستم به این نکته اشاره کنم که الان محاسبه دارویی داریم، محاسبه پزشکی داریم، محاسبه غذایی و خدماتی داریم که تمامی اینها با کمک دولت دستشانده مالکی داره صورت میگیره. تمام کش کردن بیماران رو داریم در اشرف و لیبرتی، آدم ربایی داریم، عملیات نیروهای تروریستی قدس رژیم در اعراب رو داریم علیه جان ساکنان، تماما بخشهایی از سناریوی ضد انسانی رژیم علیه مقاومت ایران.
ما دو تا کشتار در اشرف داشتیم توسط نیروهای مالکی به فرمان خامنه‌ای. بیش از 50 تن از پایدارانمون، یارانمون در اون دیار به شهادت رسیدن، صدها نفر زخمی شدن. دو حمله موشکی به ساکنان بیده پای لیبرتی داشتیم که اتفاقا تحت نظارت ملل متحده 17 نفر جان خودشون رو از دست دادن و به شهادت رسیدن. کمپ لیبرتی رو بمباران میکنن. الان کمپ لیبرتی تبدیل شده به قتلگاه آزادی خواه. قرار بود که این کمپ بر دو محور، حفاظت و امنیت، بر اساس توافق بین المللی یونامی و دولت امریکا با تک تک ساکنان به مقصد نهایی برسه. متاسفانه در نبود یک سیاست انسانی هزاران توطئه و دسیسه رژیم داره میکنه و دست به کشتار میزنه. الان کمپ اشرف رو ببینید، قریب 3 هفته است که 100 تن از ساکنان اون در محاصره هستند. 100 نفر از آزاده ترین آزادگان و طبق قول و قرار یونانی و ملل متحد که برای حل اصل مسائل اشرف املاک و دارایی هاشون اونجا موندن، توسط نیروهای مالکی مزدور آب و برق و نون و غذا و داروشون قطع شده. شما میتونید تصور کنید که مثلا بالای 50 درجه گرما در عراق و نبود آب و برق چه بر سر این ساکن ها داره میره. واقعا شرم برشون باد. بشر نوین عرق شرم بر پیشونش میشینه موقعی که میبینه چگونه ملل متحد داره سکوت میکنه، لب از لب علیه این جنایت باد میکنه. به هر حال اینا نکاتی که به نظر من ارباب بی‌مروت دنیا بایستی به اون پاسخ بده، ملل متحد بایستی به اون پاسخ بده، چرا که اینا با تک تک این افراد قرارداد امضا کرده بودن، قول حفاظت داده بودن، قول امنیت داده بودن، وسط کار اومدن همه رو ول کردن، رها کردن و رفتن دنبال کارشون. جوانای ما رو، زنان ما رو، مردان مبارز ما رو دست به گوی هاری دادن به نام مالکی و خامنه ای که دست به هر جنایتی و هر خباستی علیه اونا دارن. درست مثل این میمونه خانم قفاری که من شما رو به خونم دعوت کنم و چند تا سگ و گرگ ها رو به جونتون بیان. بالاخره شما به من چی میگید؟ میگید آخه این چه وضعیته؟ این حرفیه که خانواده های اشرفی ما ایرانی ها به متولیان این سیاست داریم. در یک زمینه دیگه هم میخواستم اشاره بکنم، در زمینه سیاسی و اجتماعی که ما الان شاهد هجمه و هجوم رژیم علیه مقاومت هستیم، به ویژه با پروژه های امنیتی که راه انداخته. هفته گذشته این پروژه برملا شد. یکی از این پروژه ها همون ردیابی مسعود شورا و همچنین جدا کردن سر از بدن این مقاومت، حمله ناجوانمردانه به سر مقاومت، به رهبری مقاومت، به شخص آقای رجوی، به خانم رجوی و به آلترناتیو سیاسی ما با هدف متلاشی کردن بدنه و تشکیلات مقاومت. اتفاقا در این سناریو رژیم اومد از چهرهایی استفاده کرد که کمتر شناخته شدن، در کنار انجمنها، تشکلات پوششی اطلاعات و گشتاپوی آخوندی، در کنار تمامی امکانات مالی که به طور کیفی رژیم در این راه به کار برده اومد، تیپی رو به میدان فرستاد که به لحاظ اجتماعی و سیاسی اساساً تا مدتی شک و شبهه‌ای در بین هموطنان و فضای اجتماعی ایجاد نکرد. تیپی که یک بار و حتی وزن متفاوتی با دستگاه قبلی داشته، شاخص اون استفاده از یک سری برید تواب و وادادگان سیاسی و افراد ضعیف در شورای ملی مقاومت و مشاوره را کرد دادن اونها در این بازی کثیف و رذیلانه علیه ساکنان زندان لیبرتی، کمپ اشرف و رهبری مقاومت. به هر حال ما شک نداریم و نباید شک بکنیم که در پشت چنین دسیسه‌ای اطلاعات آخوندی خوابیده، مطامع ولایت فقیه خوابیده و هیچ شک و تردید نداریم که اون شبه کودتایی که شکست خورد در شورای ملی مقاومت و اون استعفای اون دو فرد، اون هم با اون عجله، با اون شیوه های غیر دموکراتیک، غیر اصولی و مشکوک و سوال برانگیز، درست در روز روی کار آمدن آخوند روحانی، شب قبل از برگزاری میتینگ عظیم ایرانیان در بیرپند، تماما بخشی از این توطئه ها علیه جنبش مقاومت. من میخواستم فقط در پایان این سوالتون به قول شاعر بزرگ میهنمون شاملو میگه این گول بین که روشنی آفتاب را از ما دلیل میطلبد. به هر حال جا داره که از این فرصت استفاده کنم، از تمام هموطنان، از یاران مقاومت، از اعضای این خانواده بزرگ بخوام که به جد در افشا و طرد این توطئه رژیم کوشا باشند
در فضا و ملأ اجتماعی خودشون دست به افشاگری علیه این سیاست کسی به رژیم بزنن، سیاستی که برای از بین بردن جنبش مقاومت تشکیلات اون چیده، چهره آمران و عاملان این سیاست ضد ملی رو در هر لباس و با هر آلبوم و تاریخچه‌ای که میخواد باشه افشا بکنن. ممنون از سوالتون. خواهش میکنم. آقای حسنی، از حضورتون در رادیو ایراوا بسیار سپاسگزارم و همینطور توضیحاتی که دادید. براتون آرزوی موفقیت دارم و فکر میکنم بزرگترین آرزومون سرنگونی این رژیم و آزادی ایران عزیزمون باشه که امیدوارم هرچه زودتر ببینیم و شاهدش باشیم. یقینا همینجوری که شما گفتین، منم ممنونم از فرصتی که در اختیارم گذاشتین. برای شما و شنوندگان عزیزتون یک بار دیگه آرزوی موفقیت دارم. برای جنبش آزاد خواهانه مردممون، یارانمون در اشرف و لیبرتی آرزوی پیروزی داریم و شب خوبی براتون آرزو. و این هم گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای مهداد هرسینی. برای شنیدن دوباره این مصاحبه و مصاحبه های دیگر ایراوا لطفاً به وبسایت radioirawa.com مراجعه بفرمایید. بخش فارسی رادیو ایراوا در همینجا به پایان میرسه. ازتون بسیار متشکرم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. بخش انگلیسی ایراوا تا چند لحظه دیگه آغاز خواهد شد. در صورت تمایل با ما همراه باشید. Good afternoon and welcome to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM. My name is Narges. Today is August 25th, 2013, and here is the news. According to the Secretariat of the National Council of Resistance of Iran, August 23rd, it has been 12 days since water, electricity and food have been cut off from the Iranian camp Ashraf in Iraq. The Iraqi government is eager to force the remaining 100 residents in Ashraf who are there to protect their assets and properties to leave the camp. More than 3,000 residents were moved to Camp Liberty from Ashraf in order to be transferred to third countries, but after 2 years, they are still at Camp Liberty, which has been attacked by missiles twice with heavy casualties. Yesterday, August 24th, in Ottawa, in front of the U.S. Embassy, a group of Iranian Canadians from the community and the families of Ashraf residents gathered to voice their protest. The National Council of Resistance of Iran, in its statement, has called Iraqi's act as crime against humanity. It's important to note that the residents of Ashraf and Liberty are protected persons under the four Geneva Conventions. In 2003, the residents signed an agreement with coalition forces to hand over their weapons in exchange for security. When their security was transferred to the Iraqi army, Iraqis raided Camp Ashraf in 2009 and again in 2011 under the U.S. watchful eyes, killing tens of unarmed residents. According to a state news agency, ISNA, August 11, Javad Zarif, the Iranian regime's foreign minister in Hassan Rouhani's cabinet, has defended Bashar Assad and blamed the Syrian Free Army for chemical attack on the Syrian people. Zarif said, "If use of chemical weapons is indeed true, undoubtedly it has been used by terrorists and Takfiri groups since their interests lie in escalating and internationalizing the Syrian crisis." Meanwhile, IRGC Major General Yahya Rahim Safavi, Khamenei's military advisor and former commander of Islamic Revolutionary Guard Corps, acknowledged that to keep peace and security and return stability to Syria, over 50,000 paramilitary forces have been amassed and organized in Syria in support of Bashar al-Assad. These are the forces that have been organized under supervision of Qasem Soleimani and the Quds Force. A day prior to the chemical attack, Mullah Reza Taghavi, head of the Policy Maker Council of Friday Prayers orators, had stated, "Today it is Khamenei who leads southern Lebanon, has made proud Gaza with his leadership and has made Syria resistant in confronting Takfiris. People of Egypt have no Wali Faqih and leader, and hence these massacres are happening in their country." On the other hand, President-elect of the Iranian resistance, Mrs. Maryam Rajavi, condemned the chemical attack on innocent Syrian people and called for urgent action by the international community.
The Iranian regime hanged a man on Saturday in Ahvaz city prison in the Khuzestan province, the head of Mullah's judiciary announced. The victim was identified as Said Gashtil, who has been arrested on drug-related charges, the state-run Mehr News Agency reported. Since the June election in Iran, over 130 people have been executed, including minors and women. Many executions have been carried out in public. During the past 7 days, at least 34 prisoners have been hanged. On August 19, Mohsen Ejei, a spokesman of the regime's judiciary apparatus, made threats in his remarks and said there will be firm approach towards those creating insecurity in the society. The Iranian regime on Tuesday, August 20, executed an 18-year-old youth after he had already endured 6 years in Dizalabad prison in the city of Kurmanshah, western Iran. Identified as Arman Mohammadi, he was first arrested and jailed at the age of 12, charged with premeditated murder. This is while, according to the regime's own laws, the legal age for boys is stated at 15. According to the Iranian National Television, August 24, political prisoner Hossein Ronaghi surpassed his 16th day of hunger strike, protesting tortures and unbearable prison conditions. Zulekha Mousavi, his mother, has also been on hunger strike for 5 days. She says despite her special illness and blood pressure problems, she will continue her hunger strike to be the voice of her imprisoned child. For news and more, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. دفتر ایام تو رو میبینم بی فردا و مرداشان داخل تو دوزخ میسازم با دستام ای شر ناهنگام ای شب بدنام این منم اون لرزه ی سرد اون که میدازه به جونت رحشت من چه میکوبه سرت رو بر سر سنگ ای با وطن در جنگ ای تو هفتاد رنگ کی دست راه بریز تو شکسته اون تیغ تیز تو منم من ای شیا کی خونده آهن که مرگ تو به هم زده ساز و برگ تو منم من ای جلا Yeah.
What you just heard was called Muhasere, and it was done by a group called Shabahang. And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us on this Sunday afternoon. Please tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. on CHUO 89.1 FM, CHUO.FM, or RadioIrava.com. Till next week, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. The last song of the day is called Siya Cheshmoon by Behnam Kornavasi. Have a wonderful day. یادم نمیره تا به مجمون تو یادم نمیره یا چشمون تو یادم نمیره تا به مجمون تو یادم نمیره نمیدون یار میسوزونی دلو با هر خاطره چه بلایی شدی نمیذاری فکره از شبان بره تو یادم نمیره تا به مجمون تو یادم نمیره نمیدون یار میسوزونی دلو با هر خاطره چه بلایی شدی نمیذاری فکره از شبان بره به ساحل دریا